سلام به شما هوادارای پرشور پرسپولیس بزرگ. هفته 19 لیگ برتر فرا رسیده و پرسپولیس باید در ورزشگاه آزادی مقابل فولاد خوزستان به میدون بره. این بازی امروز ساعت 17:30 دقیقه شروع میشه و قضاوت دیدار رو سید رضا مهدوی بر عهده داره. آمار بازی‌های اخیر فولاد نه خوب بوده نه بد. فولاد از 6 بازی گذشته خودش 2 برد، 2 شکست و 2 تساوی رو تجربه کرده و الان با 19 امتیاز در رده 12 جدول حضور داره. البته یکی از شکست‌های فولاد در جام حذفی رقم خورده و این تیم در مرحله 1/16 نهایی با قبول شکست مقابل چادرملو از دور این رقابت‌ها کنار رفت. فولاد تو این فصل تنها 9 گل تونسته به ثمر برسونه و 22 گل هم دریافت کرده. از این 9 گل 3 گل رو توی 2 بازی گذشته به ثمر رسوندن و بازی اینو تساوی مقابل ملوان نشون میده که تغییرات تو این تیم مثبت بوده و روند رو به رشدی داشتن. بنابراین نمیشه به فولاد مثل تیم نیم فصل نخست نگاه کرد. اما این بازی که بازی قبل از دربیه به شدت مهمه. پیروزی تو این بازی به ما روحیه بیشتری میده، اما باید حواسمون هم باشه که بتونیم با ترکیب اصلی و با تمام نفرات مقابل استقلال بازی کنیم. همونطور که میدونید گیولسیانی عزیز با مصدومیت مواجه شده و حتی ممکنه به دربی هم نرسه. بنابراین احتمالاً توی دیدار امروز با فولاد شاهد حضور فرشاد فرجی و یا حتی علی نعمتی باشیم. اما 4 بازی کن ما با خطر محرومیت مواجهن. علی نعمتی، محمد حسین کنانی زادگان، سروش رفیعی و سعید صادقی 4 بازیکنی هستند که اگه با کارت زرد روبرو بشن دربی رو از دست میدن. اما اسمار ویرا بعد از شکست مقابل آلومینیوم با اضافه شدن بازیکن‌های مد نظرش تونسته 3 پیروزی متوالی رو کسب کنه. تیم اسمار ویرا به شدت هماهنگ بازی میکنه و بازی به بازی بهتر شده و امیدواریم امروز هم برای 4 بازی متوالی به پیروزی برسیم و با روحیه دوچندان به استقبال دربی بریم و جایگاه همیشگیمون یعنی صدر جدول رو پس بگیریم. به امید پیروزی ارتش سرخ. لایک، کامنت و سابسکرایب کانال رسمی باشگاه یادتون نره.